سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. وردی ال پی هستم، خوش اومدید به پارت دوم لتس پلی بازی ماینکرافت. بچه ها، این ویدیو الان دو تا موضوع داره. موضوع اولش اینه که میخوام یادتون بدم چجوری خودم بازی ماینکرافت رو توی سیستم ضعیف ریختم و دارم بازی میکنم. موضوع دومش هم که کاملا مشخصه دیگه، پارت دوم لتس پلی و میخوام قصر خفنی که تو ماینکرافت ساختم و بهتون نشون بدم. بریم اول بهتون یاد بدم که چیکار باید بکنید واسه نصب کردنش. ببینید، برای اینکه بتونید توی سیستم ضعیف بازی ماینکرافت رو بریزید، اول از همه باید مطمئن بشید که سیستمتون جاوا رو داره. حالا الان پیشنهاد خودم به شما اینه که اگه جاوا هم داره، توی کنترل پنلتون سرچ بکنید اگه جاوا هست تو سیستمتون، جاوا خودتون رو پاک کنید و این کاری که بهتون میگم الان انجام بدید. میاد توی گوگل سرچ میکنید دانلود جاوا، دانلودش هم فارسی بنویسید که بره تو سایت ایرانی دانلود جاوا. بعد سرچ رو بزنید. ببینید، جاوایی که برای ماینکرافت لازمه این جاوا اولی نیست. شما این جاوا رو لازم دارید که بتونید ماینکرافت رو بازی کنید. جاوا اس ای ران تایم. حتما حواستون باشه که این ورژن جاوا رو دانلود کنید. بعد کلیک میکنید روش. میاد تو سایت سافت 98.io، اینجا ادامه مطلب رو میزنید. این قسمتش هم دیگه بستگی داره که سیستمتون چیه، مثلا ویندوز 32 بیتی، 64 بیتی، لینوکس، مک یا هر چیز دیگه. نسخه 8ش هم هست، نسخه 14.2ش هم هست. من باز بهتون پیشنهاد میکنم که تو همین اولیه ببینید ویندوزتون چند بیتیه، همون ورژن مربوط به ویندوز خودتون رو دانلود بکنید. بعدش که از اینجا دانلودش کردید، خیلی راحت با پسوردی که خود سایت واسهتون گذاشته اکستراکتش میکنید و نصبش میکنید. چند تا نیکست و کانتینیو داره، کار خیلی راحتی هم هست. بعدش که جاوا رو دانلود کردید، میاد تو این سایتی که اینجا بهتون نشون میدم، tlauncher.org. از اینجا باید اون سیستمی که خود بازی ماینکرافت رو میاره بالا رو دانلود بکنید که اسمش tlauncher. احتمالش هم هستش که شما وارد سایت که میشید زبون سایت روسی باشه واسهتون. البته خیلی مهم نیست، ولی اگه زبونش هم روسی بود میتونید از این بغل زبونش رو عوض کنید و انگلیسی کنید. وارد این سایت که شدید و زبون رو تغییر دادید، این بالایی ها رو اصلا کاری نداریم. میاد این پایین دانلود تیل رو میزنی، خیلی هم حجمش بالا نیست. بعد دیگه میره تو پروسه دانلودش و این برنامه هم دانلود میشه. بعد که دانلود شد، خیلی راحت اینم نصبش میکنید و اجرا میکنید، یه همچین صفحه میاد. اون بک‌گراند هم دیگه بک‌گراند گیمر دیگه، ببخشید شلوغ بلوغه. تیلانچر رو که باز کنید، یه همچین صفحه باز میشه. اینجا میتونید نیک نیمتون رو بزنید، اینجا میتونید ورژن بازیتون رو انتخاب کنید که من الان خودم روی آخرین ورژن بازی ام. شما حالا هر کدوم از ورژن‌های بازی رو که بخواید میتونید انتخاب کنید و اونو بازی کنید. یه سری اکستنشن های مختلف هم واسه بازی هستش که من حالا خودم دقیقا نمیدونم داستانشون چیه، ولی اگه دوست داشته باشید میتونید اونا هم نصب کنید و خیلی راحت از اینجا بازی کنید. بعد که ورژن مورد نظرتون انتخاب کردید، الان من چون اینو دانلود کردم اینتر دی گیم داره، الان یکی دیگر رو مثلا اگه انتخاب کنم اینجا اینستال میاد. اینستالو میزنید، این پایین یه نوار میاد پر میشه، اون نوار رو بازی اینستال میشه واسهتون. اون اینستال تبدیل میشه به اینتر دی گیم. خیلی راحت و ایزی میتونید از اینجا بازی ماینکرافت رو هر سیستمی که دارید، چون سیستم خود منم خیلی کانفیگش بالا نیست و یه چیز کاملا معمولیه، ولی خیلی راحت دارم بازی رو باهاش اجرا میکنم و مپای سنگینم بازی میکنم باهاش. بعد که تمام این کارا رو کردید، اینتر دی گیم رو میزنید و راحت میرید توی بازی. امیدوارم که این آموزش به دردتون بخوره. بریم سراغ پارت دوم لتس پلی. خب خوش اومدید به قصر جدیدم توی ماینکرافت. انصافا نگاه کنید توی پورت دوم چی ساختم. حالا کلن خیلی هم چیز خفنی نیستش، ولی کسایی که ماینکرافت بازی میکنن دیگه در جریان هستن که چقدر سخت بیلد کردن این تو زمین و صاف کنی و چیز میز بسازی روش و تازه طرح‌های مختلف و اینا هم درست کنیم. من اول فکر کنم اونجاها ریسپان شدم تو مپ، بعد نگاه کردم ببینم بلندترین جا کجاست. این یکی از بلندترین تپه‌هایی بود که میشد روش ساخت. بعد اومدم بالا و کل اینجا رو صاف کردم. اول قشنگ سطح روش رو مسطح کردم و شروع کردم به ساختن. حالا اول میریم که چیزی که ساختم رو بهتون نشون بدم یه دور، بعد چیزای جدیدم با هم دیگه می‌سازیم. همون جوری که ساختم اینجا رو میخوام بهتون نشون بدم که از کجا شروع کردم. اول که اینجا رو کلا صاف کردم و دیوار چیدم، بعد رفتم بالا شروع کردم به ساختن. یعنی این خونه ای که الان ساختم زیرش تپه است، دیوار نیست همش. خوش اومدید به خونه من. اومدم اینجا رو ساختم و کفش رو درست کردم و دیوارا رو چیدم و سقفش رو با هزار تا بدبختی درست کردم و مثلا یه حرکتای قشنگ توش زدم و بالا رو شیشه زدم و در رو این شکلی کردم و اینا. حالا داستان خونه چیه؟ اوه، داشتم می‌زدم خراب می‌کردم. این که در ورودی اینو خراب کردم، چرا باز نمیشود؟ الان هم میزنم باز و بسته نمیشه.
شیکوندمش گلدمانو فعلا بعدم میذارم، ولی این در حال شیکوندم این جک و جونورا خیلی میاد تو. از در ورودی که میای تو سمت راست اینجا رو میخوام یه اتاق خواب در بیارم که حالا این اتاق هم داستان داره. خونه به این خفنی یه خواب است. این اولش بهتون بگم که این مدلی میخوام بسازم خونه رو. حالا اینجا رو میشه دوتا هم کرد ولی همون یه دونه اوکی. این اتاق خواب حالا قرار مستر باشه و یه چیز خیلی باحال درست کنم. فعلا فقط ساختمونش رو ساختم، وسیله نذاشتم توش. دقیقاً هم نمیدونم باز یه سری از وسایل چجوری میشه توش بذار. اینجا سالونمه که میخوام توش تلویزیون و مبل و این داستانا بذارم. این روبرو قراره یه آشپزخونه خیلی باحال باشه. کم روشنش بکنم واسهتون اول ببینید داستان چیه. اینجا رو میخوام آشپزخونه کنم. بالای ذره هنوز سقف بازه، بعد اونم ببندم. حواسم نبوده مثل که اون موقع. و اما این طرف یه تراس فوق العاده زیبا با یه ویو خیلی قشنگ. شما بیرون رو از اینجا نگاه بکنید عشق میکنید، اصلا دیگه آدم نمیخواد از خونه بره بیرون. اینجا رو هم حالا یه چی توش نذاشتم، یه حوض گذاشتم که نمیدونم چرا حوضه رو هواه. البته میدونم چرا، چون این سنگایی که کف گذاشتم سنگای نصفه، سنگای کامل نیستن. باید یه دونه دیگه از اینا بذارم که کامل بشه. اصلا اینجوری کامل میشه، این شکلی میشه. الان اوکی شد بکنه. خب این از خود خونه است که این شکلی در اومده. اینجا یه را پله زدم که البته پله هاش خیلی باحال نیست. خود پله هم هست میشه ساخت، ولی جهتاشو باز من نمیدونستم چجوری میشه عوض کرد و از اینا فعلا گذاشتم. این پله ها رو گذاشتم که بیام رو سقف و روف گاردن خیلی خفن درست کنم. رو سقفش هم اینجوری کار کردم، قسمتشو مشکی زدم و اینجا تاق زدم که حالا خیلی خوشگل ترش میکنم. این رفیقامون هم اومدن دوباره مثل اینکه، ولی خب اینجا فعلا نمیتونن هیچ آسیبی بهمون برسونن. اینجا هم این شکلیه. باز دوباره یه منظره فوق العاده زیبا رو داریم. اینجا رو هم خیلی خوشگل درست کنم. برنامه‌ای که واسش دارم اینه که این طرف رو یه روف گاردن باحال درست کنم، این برو یه طبقه دیگه میخوام درست کنم، این طرف رو احتمالاً دوبلکس یا تریپلکسش میکنم خونه رو. البته الانش هم هست. اینم سقف خونه بود و برنامه واسش بهتون گفتم. و اما این اتاق پر رمز و راز، این اتاقو که میای توش اینجا یه راه مخفی درست کردم که میاد این زیر و وارد یه جای باحال دیگه میشی. و عمل فاز حرام ریخی. صدای هدفونم زیاده، اینا که میان من بدجور میترسم به دفعه. از اون پله ها که تو اتاق خواب میاد پایین، اینجا سالن دیگه است. اینجا هم میخوام یه تراس دیگه درست کنم واسش، خیلی باحال، خیلی خفن. یعنی برنامه فوق العاده ای دارم واسه این خونه. این قسمتش هم میشه تراس دیگه دوباره. بعدش هم اینم میشه طبقه همکاری. یه دقیقه خفه میشید من حرف بزنم بابا، سرویس کردیم دیگه. همش دارن تگری میزنن همتون. آره داشتم میگفتم که اینم میشه طبقه همکف خونه و یه چیز خیلی خوشگل هم اینجا در میارم. بازم از همون بیرونم هم که بیاین تو خونه میشه از اینجا اومد تو. این اون طبقه بود که ازش رفتیم بالا، از این زیرم در گذاشتم که البته درش هنوز نداشتم. از اینجا بیای تو. اینه خوب گوری یعنی سر و صدا میکنه. اینجا هم باز یه در میدارم واسه تراسو. یه جای خیلی باحال دیگه هنوز مونده که البته هیچی هنوز کامل نیست، این فعلا فقط طرحشو در بردم. اینجا از این بغلم یه راهرو ریز درست کردم دوباره که میره پایین و میرسیم به استخر امارت. البته استخرم از ذره بد درست کردم، این آبه رو بالا گذاشتم دیگه، هر کاری کردم نمیشد ورش داری. نمیدونم چرا این هضم نمیشد، ولی حالا همین جوری مثلا واسه چورو خوبه دیگه. این فقط اومد بالا زش شد. این هم استخرشه مثلا. البته استخر ترسناکی هم هست چون اون طرفش. برو بالا، برو بالا، برو بالا. اون طرفش پر این جونورا بود. من همجوری آب رو ریختم رفتن با آب دیگه اونا، ولی چیزای ترسناکی اون برم بودن. اینجا هم برگردیم بریم بالا. همین ساختمونی که در همین حد من ساختم حدوداً 6-7 ساعت از من وقت گرفت. این عنکبوت آخ زدم نردارم تلفن داشت. بعدن درستش میکنم و اینه دیگه خلاصه. این خیلی خفن‌تر میشه. توی پارت‌های بعدی حتما چیزای خیلی خفن‌تر بهتون نشون میدم. این فعلا دست دومی بود که بازی کردم. یه ذره تازه دارم با خود گیم آشنا میشم و اینکه چه کارهایی توش میشه کرد. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو هم تماشا کردید. امیدوارم آموزشی هم که اول ویدیو دادم به دردتون بخوره و بتونید بازیو نصب کنید و کلی حال کنید باش. بچه‌ها لطفاً اگه جدید هستید تو کانال من و ویدیو رو دارید تماشا میکنید، حتما منو سابسکرایب کنید. و اگر ویدیو
خوشتون اومد لایکشون کنید لطفا. نظراتتون هم راجع به ویدیو و گیم پلی و آموزش و کل کاری که تو کانال دارم انجام میدم برام توی کامنت ها بنویسید. تمام کامنت ها رو میخونم و همشون رو جواب میدم. پیج اینستاگرام و لینک کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن براتون نوشتم، میتونید توی اون دوتا هم جوین بشید و یه سری از ویدیوها رو اونجا هم تماشا بکنید. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.